آقای کریم دهیمی فعال حقوق بشر همراه من شده، ایشون هم در دادگاه بودن و شاهدها رو دیدید که چه گفتن و چه توصیف کردن. تا به اینجا چطور ارزیابی کردید؟ در حقیقت این دادگاه نیاز به دوره‌های مختلفی هم داره که مقدمه‌ای برای دادگاه‌های بین‌المللی. ما هر روز در هر مرحله این دادگاه مردمی گوشه‌های بسیار بزرگی رو از این جنایت علیه بشریتی که در ده‌ها شهر رخ داد شاهد هستیم که خود شهود میان صحبت می‌کنن و در مورد گوشه‌های پنهانی که خود رسانه‌های داخلی اصلاً پوشش ندادن و به بیرون هم درز نکرده. شهود شما شاهد بودید که شاهد در خود این دادگاه حاضر شد و در مورد تیراندازی خودسرانه نیروهای امنیتی به طرف مردم که ما هر روز بر تعداد کشته شدگان، بر تعداد کسانی که مجروح شدند، فرضاً در خود نیزار ما الان اسامی دو تا خانمی که یکیشون فلج شده و یکیشون پاش هم پلاتین داره و که در تهران هم عمل کرده، ما اصلا در اون روزای اول خبر نداشتیم که تا الان هر روز با توجه به برگزاری این دادگاه ها، دادگاه مردمی، افراد زیادی دارن سعی میکنن که خودشون هم شاهد باشن علی رغم فشار نیروهای امنیتی بر روی خانواده ها. شاهد نیزار جراحی خودش در پیامی که از طرف بعضی از خانواده ها گفت قشنگ میگه که به دلیل فشارهای مقامات امنیتی و قضایی بعضی از خانواده ها نتونستن بیان شهادتشون رو بگن، ولی در آینده این چندان دور این شهادت ها و این گوشه های دیگه از این جنایت ها فشاری که حتی در تحویل دادن پیکر کشته شدگان که در دادگاه چطور ازشون تعهد گرفتن، چطور فرزند میان و به طریقی اینها رو راضی بکنن که فقط صحبت نکنید داره نشون میده. من به نظرم در روزهای آینده و در مراحل دیگه این دادگاه اگر ادامه بده، فقط در این مرحله دوم میگن 116 و من فکر میکنم صدها نفر دیگه هم شهادت میدن در و بعضی از گوشه‌های این جنایت رو در واقع خواهند گفت. دهیمی، با شاهد نیزار که گفتگو میکردم یک مسئله دیگه اتفاقا توجه منو جلب کرد در رابطه با همین فشارها روی خانواده ها که گفتم بعضی خانواده ها اصلا نمیگن که بچه هاشون به خونه برنگشتن و میگن که رفتن به خارج از کشور یا دارن جای دیگه کار میکنن فقط برای اینکه نمیخوان اطلاع بدن و این براشون مشکل ساز بشه. تا چه حد فشار روی خانواده ها بوده؟ آیا موارد دیگه ای از این دست هست؟ ما یک سری فیلم و عکس داریم که حقیقتا بنا به مسائل امنیتی برای خود خانواده ها نمیتونیم نشون بدیم که چطور اینها رو جمع کردن در همون روزهای اول که جنازه ها رو تحویل نمیدن. خانومی آمده فرزند به نظرش بچهش کشته شده، تا الان هم ازش خبر نداره. بعضیا بهش میگن که فرزند بیرون فرار کرده. تا جایی که ما میدونیم ایشون نه بیرون فرار کرده خارج از کشور و خبری از اون نیست. بنابراین کسانی هستن که تا الان ازشون اطلاعی خانواده خود خانواده هم اطلاع ندارن. فرضاً موضوع دیگه ای هست در مورد کشتن اون مأمور. قشنگ شاهد میگفت که عباس دریس و برادرش اینها اصلا در اون قضیه دست نداشتن و بعد از دو سال ما الان فهمیدیم که احکام ظاهراً اعدام و بسیار سنگین برای اینها صادر شده. همچنین کیس های زیادی هم وجود داره به دلیل همین فشارهایی که مقامات امنیتی روی خانواده ها و متاسفانه تا الان این اطلاعات رو به طور دقیق دست ما نرسیده. من تعدادی که فرضاً در مورد کشته شدگان رو میگن بیشتر از این عدد هست، چون که تا الان آقای دهیمی ببخشید میگم که الان تو کسانی هم مثلا که تو زندان هستن هیچ اطلاعی ازشون نیست که الان امیدوارن فعالان که دوباره با برگزاری این دادگاه بتونه توجه رو جلب کنه به وضعیت و شرایط اونها. در شهرک مدنی نزدیک خود مشهور یا ماشهر حتی زیر سن هم بود،
که در روزهای ظاهرا اولی اونها رو آزاد کردن، ولی تعداد زیادی از این افراد تا الان تو زندانن. از شهرهای دیگه البته چون که ما فقط در مورد نیزار صحبت کردیم، از خود نیزار تا الان افراد زیادی در زندان خود ما شهر محشور و در اهواز تا زندان شیبان هم در حبس هستن. ممنونم از توضیحات شما. کریم دعی فعال حقوق بشر که اینجا در محل برگزاری دادگاه همراه من بودن.